با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد رضا حیاتی، مجری سابق صدا و سیما، اعلام کرد ممنوع الکاریش صحت نداره. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. بعد از ممنوع کار شدن آقای محمد رضا حیاتی، مجری سابق صدا و سیما در تلویزیون، این بار و این روزها شایعاتی از ممنوع کاریش در فضای مجازی مطرح شده. داستان ممنوع کاری محمد رضا حیاتی در تلویزیون دقیقاً یک سال پیش اتفاق افتاد. داستان از اینجا شروع شد که آقای محمد رضا حیاتی در تلویزیون و در صدا و سیما به آقای ابی، خواننده مشهور کشورمون، ابراز علاقه کرد و گفت صدای ابی رو خیلی دوست داره. و از آن روز به بعد تا حالا محمد رضا حیاتی در تلویزیون ممنوع الکار شد و موجب خشم مسئولان صدا و سیما قرار گرفت. با اینکه محمد رضا حیاتی ممنوع کار شده بود، صدای او بارها از شبکه‌های مختلف در تلویزیون پخش می‌شد. حیاتی یکی از گوینده‌های مطرح کشور هستش که صدای اون بخشی از تاریخ معاصر کشورمون شده. و اما امروز آقای محمد رضا حیاتی باز هم سوژه رسانه‌ها در فضای مجازی شدند. امروز شایعاتی از چند برنامه ساز در فضای مجازی مربوط به آقای محمد رضا حیاتی منتشر شد که صدای حیاتی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. ظاهراً این دو برنامه ساز اعلام کردند که می‌خواستند از خبر تاریخی محمد رضا حیاتی برای ارتحال امام خمینی استفاده کنند که بهشون اجازه این کار رو ندادند. از جمله فعالیت‌های حیاتی در یک سال گذشته، حضور در یک کمپین اینستاگرامی، حضور در یک برنامه فان فضای مجازی و حضور در تبلیغات یک پلتفرم پخش آنلاین فیلم و سریال بوده. همچنین شایعاتی پخش شده که حیاتی تا اطلاع ثانوی حق حضور در هیچ کدام از برنامه‌های اینستاگرامی را نخواهد داشت. اما دقایقی پیش آقای محمد رضا حیاتی، مجری سابق صدا و سیما، برخی گزارش ها درباره ممنوع کاریش در فضای مجازی را کاملا تکذیب کرد و گفت اخبار ممنوع کاری در فضای مجازی صحت نداره. برخی افراد برای جمع کردن فالوورهای صفحات زردشون دست به انتشار همچین خبرهایی زدند. اما در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به بیوگرافی آقای محمد رضا حیاتی، گوینده خبر. محمد رضا حیاتی متولد 27 دی 1334 در آبادانه. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد داره و دو تا پسر دارن و در حال حاضر بازنشسته شدن، اما هر از گاهی جنجالی به پا می‌کنن. محمد رضا حیاتی در یک خانواده پرجمعیت جنوبی با 7 خواهر و 1 برادر به دنیا آمد. با نوشتن در مطبوعات شروع کرد تا اینکه سال 1360 وقتی 26 سالش بود توسط یکی از گویندگان قدیمی به خاطر تون صداش به رادیو معرفی شد. بعد از تست صدا ابتدا وارد بخش نمایشی شد تا اینکه مدتی بعد در حوزه گویندگی خبر درخواست داد و به عنوان گوینده خبر ساعت 10 شروع به کار کرد. محمد رضا حیاتی در مورد گویندگی خبر گفت من به اجرا و گویندگی علاقه داشتم. خودم هم احساسم این بود که میتونم در این کار موفق بشم و بخشای دیگر رو هم امتحان کرده بودم. نه اینکه در جاهای دیگه موفق نباشم. اما دلم با گویندگی خبر بود و با برنامه‌های ضبط شده ارتباط برقرار نمی‌کردم. تقریبا از سال 1361 اکثر خبرهای تاریخ معاصر انقلاب کشورمون و جهان رو من میخوندم. به همین دلیل برای مردم چهره آشنایی شدم. آقای حیاتی در ادامه گفت در مورد خبر رحلت حضرت امام هم شرایط طوری رقم خورد که در نهایت من باید اون خبر رو میخوندم. محمد رضا حیاتی با ورود خودش به سازمان صدا و سیما با همسر اهوازیش ازدواج کرد. ثمره زندگیش 2 فرزند پسر به نامهای علی رضا که تحصیل کرده رشته مترجمی زبان انگلیسی هست و امیر که مدیریت بازرگانی گمرکی خونده.
علیرضا حیاتی، فرزند آقای حیاتی، مدتی جزء نیروهای ترجمه خبر در صدا و سیما بود. آقای محمد رضا حیاتی در مورد آشپزیشم گفته: آشپزیم زیاد خوب نیست، ولی اگر تنها باشم میتونم از پس خودم بر بیام. خانومم خیلی خوب غذا درست میکنن. من از خورشت کدو بادمجونشون خیلی خوشم میاد. خیلی خوشمزه است. آقای حیاتی در مورد روحیه‌شون هم گفتند: یه زمانی اهل شوخی بودم، اما به قول یکی از دوستام که میگفت شغل آدم روحیه‌اش رو تغییر میده، من هم عوض شدم. شاید اگر من وارد یک کار طنز شده بودم، الان برای خودم طنز پرداز خوبی بودم. آقای حیاتی در ادامه گفت: نویسندگی رو بیشتر در فیلم‌های صنعتی بر عهده دارم. گاهی هم نریشن‌ها رو خودم می‌خونم. بیشتر این کارهای تبلیغاتی که انجام دادم مربوط به شرکت‌های خودروسازی و تولیدی بود. محمد رضا حیاتی در 2 تیر 1394 وقتی 59 سالش بود، پس از 34 سال گویندگی در صدا و سیما بازنشسته شد. اما همچنان به گفتن خبر ادامه داد تا در نهایت ممنول کار شد. البته فقط در صدا و سیما. آقای حیاتی در ادامه گفتند: در دوران کاری چندین بار کارم به تهدید از سوی برخی شخصیت‌ها کشیده شد و بر اثر اتفاقاتی که افتاد در برخی از محافل نمیتونستم حاضر بشم. از جمله اون اتفاقات دوران سخت، زمان رحلت امام، 8 سال دفاع مقدس و حوادث بعد از انتخابات سال 88 بود که از نظر امنیتی و اجتماعی دوران سختی بود برام. آقای محمد رضا حیاتی یکی از مجریان بنامی بودند که طرفداران خیلی زیادی داشتند. آقای حیاتی تاکنون چندین بار موفق به دریافت جایزه برترین گوینده خبر شبکه جام جم و شبکه‌های داخلی صدا و سیما بودند. آقای حیاتی در گفتگوی اعلام کردند که این روزها با پیشرفت وسایل ارتباطی، بیشتر از روزنامه از منابع خبری در فضای مجازی اخبار مهم و جدید رو رصد می کنند و در کنار فعالیت‌هاشون هیچ روزی از زندگیشون رو بدون مطالعه نمی گذرونند. آقای حیاتی در گفتگوی اعلام کردند که بعد از اینکه با آقای ابی ابراز علاقه کردم، با من تماس گرفتن و گفتند فعلا نیایید. من هم گفتم چشم. آقای حیاتی در ادامه گفتند: من به اونا عرض کردم بازنشسته شدم و همون موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم دیگه نباشم، اما اصرار خود شما باعث شد تا الان به کارم ادامه بدم، که الان دیگه وقتی میگید نیا، منم میگم چشم. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به آقای حیاتی در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و لطفا و حتما با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید تا ویدیوهای جدید ما رو ببینید. با تشکر.